بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام گرم نصار یکایک یک شما خوبان با دومین جلسه از مضمون بیولوژی صنف نهم مهمان خانه های شما هستیم امیدوارم که شما شاگردای خوب کتاب کتابچه و قلم خودتان آماده کردید و درس گذشته را به خوبی مطالعه کردید ابتدا برای ارزیابی درس جلسه گذشته اشاره به چند سوال می کنیم که اگه شما شاگردا خوب درس متوجه شده باشید می توانید به این سوالا به راحتی پاسخ بدید. سوال اول شما باید بتونید حزم تعریف کنین. حزم چیست؟ سوال دوم اجزای سیستم هاضمه را نام ببرید. سوال سوم مجراهای هضمی را به ترتیب بنویسید شاگردای خوب توجه داشته باشید ترتیب مجراهای هضمی بسیار بسیار مهم است ما و شما میدانیم غذا از دهان به حلقوم از حلقوم به مری از مری به معده و از معده به امعا که ابتدا امعای کوچک و سپس امعای بزرگ و راست است میره سوال آخر قده های هضمی کدامن؟ این چهار سوال از جمله مهمترین نکات درس جلسه پیش ما و شما است. خب شاگردای خوب به یاد شما هست در مبحث درس گذشته به بررسی ویژگی های دندان پرداختیم و در جلسه گذشته ما و شما فهمیدیم که ما دو نو دندان داریم یک دندان شیری و دو دندان دائمی با تعداد از این دندان ها با سن رویش از این دندان ها که از چه سنی این دندان ها رویش پیدا می تا چه زمانی در ده دهان ما باقی می ماند چند تا هستند چند تا بالا هستند در الاشه بالا چند تا در الاشه پایین به طور مفصل آشنا شدیم اما امروز میخوایم چه کار کنیم؟ امروز میخوایم ساختمان دندان رو بخوانیم. ببینیم دندان شامل چه قسمت هایی هست. دندان ها را ما از دو لحاظ مورد بررسی قرار میدیم. یکی از لحاظ ز... ساختمان ظاهری دندان است یعنی آن چیزی که ما در ظاهر می بینیم. و یکی ساختمان درونی دندان هست یعنی چیزی که دیده شه و از نظر جنس و ساختمان هست خب اگر روبروی آینه قرار بگیرید و دهانتان را باز کنین آنچه که در این بالا از دندان میبینین تاج دندان گفته میشه تاج دندان سطح دندان سطح بالای دندان هست که ما و شما میبینیم و دیگری به نام گردن دندان هست جایی که دندان ها باریک میشه و به داخل بیره ها فرو میرن و ریشه دندان بخش سوم هست که در دا داخل بیره یا لسه ها هسته و با چشم دیده نمیشه این ساختمان ظاهری دندان بود اما ساختمان درونی دندان چی میگه به ما؟ ساختمان درونی دندان همون قسمت تاج دندان از بیرون از سطح خارجی دندان تحت عنوان مینای دندان یاد میشه مینای دندان بخش سفید دندان هست که سخت و محکم هست و کلسیم در آن رسوب میکنه و هر چقدر ما و شما لبنیات بیشتر مصرف بکنیم کلسیام بیشتری رسوب میکنه و از لحاظ استحکام و مقاومت دندان دندان های بهتری خواهیم داشت اما اگر ما دچار کمبود کلسیم و ویتامین دی باشیم این دندان های ما و شما جنس محکم و خوبی را نخواهند داشت و اگر خوب دندان ها را مسواک نکنیم دچار عفونت و پوسیدگی دندان میشه. خب از قسمت سخت دندان یا سفیدی دندان به سمت داخل که بریم زیر از این مینا یک بخشی نرمتر هست به نام آج دندان شما شاگردای عزیز خوب دیدید دندان ما و شما تا وقتی که سالم هسته ما سفیدی دندان به خوبی میبینیم اگر دندان ما دچار پوسیدگی بشه و سطح سفیدی دندان ما و شما سوراخ بشه ابتدا تغییر رنگ میده او قسمت زیر سفیدی خیلی زود خراب میشه خیلی زود پوسیده میشه و استحکام خود از دست میده چون او قسمت از داخل به نام آج نام داره و آج از نظر استحکام نرمتر هست نسبت به بخش مینای دندان و قسمت دیگه در دا داخل ریشه های دندان هست که شامل اعصاب و رگه های خونی هسته که خونی و اعصاب در درون ریشه ها در داخل بیره ها فرو رفته هستند خب این از نظر دندان بود که هم از نظر ساختمان ظاهری و هم از نظر ساختمان درونی ما دندان مورد بررسی قرار دادیم من یک نکته خیلی جالب را اینجا برای شما شاگردای خوب بگم برای اطلاعات عمومی شما هستم که مادرای ما و شما که اکثرا دچار دندان درد و استخوان درد هستند به خاطر ازی هست که در دوران بارداری و در دوران شیردهی کلسیوم بدن از اینا تجزیه میشه و به جنین یا به نوزاد از اینا میرسه و خود مادران ما برای همین هست که در دوران که سن از اینا بالا میره قریب به اتفاق اکثر مادران هم دندان هایشان خیلی زود خراب میشه و هم استخوان درد و کمر درد و پادرد داره کلسیم نقش بسیار مهمی در استحکام و ساختمان دندان و استخوان ها داره و یک نکته مهمتر دیگه برای شما بگم شاگردای خوب و او ای هستش که کلسیم زمانی در بدن ما رسوب میکنه و مفید واقع میشه که ما از نظر ویتامین دی دوچار کم بود نباشیم بچه ها ویتامین دی اگر در بدن ما کم باشه کلسیوم ما به خوبی جذب نمیشه یک ویتامین دی بسیار بسیار حیاتی و مهم هست و مخصوصا خانمها، مادران و زنان مسلمان که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن چون همیشه پوشیده هستند به احتمال خیلی زیاد دچار کمبود ویتامین دی هستند پس بنابراین توجه داشته باشیم که این ویتامین دی بسیار حیاتیه اما ویتامین دی در کجا هست در چی چیزایی هست ویتامین دی معمولا بیشتر از همه در ماهی هست در غذاهای دریایی هست اما اگر ما و شما به ماهی و غذاهای دریایی کمتر دسترسی داریم از طریق نور آفتاب می توانیم این ویتامین را جذب کنیم به شرط از که این نور مستقیم به پوست بدن ما حد اقل به مدت نیم ساعت 15 الان... دقیقه 15 دقیقه ساعت به طور مستقیم به پوست بدن ما برسه خود بدن ما ویتامین دی رو برای خودش می سازه کمبود ویتامین دی برای دندان باعث میشه کلسیم رسوب نکنه و دندان های ما و شما دندان های نرم و سستی باشه در مبحث حازمه بودیم بچه ها و گفتیم که حزم دو نوع حزم هست ما داریم یکی حزم مکانیکی و یکی حزم کیمیایی هضم مکانیکی از دهان شروع میشه خب به کمک دندان ها ما هضم مکانیکی را آغاز میکنیم دندان ها غذا رو برای ما آسیاب میکنه خورد میکنه ریز ریز میکنه اما لازم هست که این مواد غذایی در دهان ما بچرخه و در بین دندان ها جابجا بشه تا خوب خورد و نرم بشه این کار برای ما بخشی به نام زبان انجام میده ما و شما از زبان بیشتر نقش تکلم و صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن ما و شما میدانیم اما این هم باید بدانیم که زبان علاوه بر تکلم و صحبت کردن در حرکت دادن لقمه در دهان بسیار به ما کمک میکنه کار دیگه و بسیار مهم زبان تشخیص مزه های قضا هسته خب بچه ها برای از که ما و شما بدانیم مزه های مختلف در زبان ما در چه بخش هایی حس میشه جالب است که بدانیم اگر ما یک چیز خشک رو در دهان قرار بدیم برای مدتی هیچ مزه ای را از او احساس نمی کنیم یعنی اگر ما و شما لعاب دهان خود قرد بدیم زبان ما خشک باشه یک چیز حتی شیرین در روی او قرار بدیم تا زمانی که لعاب دهان ما او غذا را برای ما ترکیب نکنه خرد نکنه مزه از او را حس نکنیم ما متوجه نمیشیم چون خشکه اما این زبان دارای یک جوانه هایی هسته به نام جوانه های چشایی که این جوانه های چشایی همو گیرنده هایی هسته که مزه غذا را برای ما میگیره و پیام به مغز میفرسته خب بخش های مختلف زبان برای مزه های مختلفی هسته همونطور که در این تصویر میبینین نوک, نوک, زبان ما مزه شیرینی را احساس میکنه شاید تا حالا فکر نمی کردید هیچ توجه نکردید که مزد کل دهان حس میشه او به دلیل این هسته که ما حرکت میدیم مواد غذایی را در دا داخل دهان محل درک مزه شیرینی غذا در نوک زبان هسته دو طرف شیرینی یا به عبارت دو طرف نوک زبان ما محل تم یا مزه های شور هسته رو به روی نوک زبان یعنی در آخر زبان ما در ته حلق مزه تلخی را می میکنیم و دو طرف انتهای زبان مزه ترشی را احساس میکنیم پس مزه ها به این صورت بود نوک زبان شیرینی آخر زبان تلخی دو طرف شیرینی شوری و دو طرف تلخی ترشی ما همیشه برای شاگردان میگم برای از اینکه اشتباه نکنید شوری اولش شین داره هر دو پهلویش هم شور میشه شیرین شور تلخی اول چی ت داره دو طرف هم ترشی البته امروزه دانشمندان کشف کرده ده این وسط زبان که در کتاب شما گفته مزه ای وجود نداره مزه های جدید را تحت عنوان امامی یعنی مزه های لذیذ مربوط به قسمت مرکزی زبان هسته غذا را جویدیم و با لعاب دهان ما و شما ترکیب میشه حالا بریم ببینیم لعاب دهان از کجا افراز می شده داخل دهان و کار از چی هست و چی ضرورتی داریم ما به لعاب دهان خب شاگردای خوب و عزیز ما باید بدانید که قده لعابی یا قده های لعابی در دهان ما سه جفت هستند یک جفت از اونا در زیر زبان یک جفت از اونا در زیر الاشه پایین و یک جفت از اونا در زیر گوش به نام قدد بناگوشی یاد میشه برای از این که شما این ای لعاب دهان خیلی خوب ببینین من بهتون توصیه میکنم روبروی آینه استاد شوید و زبانتان بالا بدین و به یک چیز ترش فکر کنین به یک چیزی که دوست دارید مانند آلو، لواشک، ترشی بعد میبینید آهسته آهسته زیر زبان شما پراب میشه او لعاب دهان شمایه شما که چیزی نخوردید درست است فکر کردن هم مانند قضا باعث میشه که قدرت لعابیه دهان لعابه برای ما افراز بکنه پس به عبارتی میتونیم بگیم که فکر کردن و یا ورود قضا به دهان باعث میشه که لعاب دهان افراز شود وظایف لعاب دهان چی هست؟ ما چی ضرورت و نیازی به لعاب دهان داریم؟ اولین وظیفه لعاب دهان نرم کردن قضا و سهولت در بل هست ما و شما چیز خشک به سختی میبلیم بل ولی مدت زمانی که لقمه در داخل دهان ما با لعاب دهان ترکیب میشه نرم میشه و بلعیدن از او راحت تر هستش وظیفه دیگر لعاب دهان شکستن نشایسته است این نشایسته در چیزهای زیادی است در کچالو در برنج در نان و چیزهایی که نشاسته داره رو ما میخوریم آنزایمی در داخل لعاب دهان وجود دارد به نام آنزایم امایلیز که این آنزایم نشایسته را تکه تکه و خورد میکنه برای ما و آمادش میکنه برای حزم کیمیاوی از وظایف دیگر قده لعابیه که میشه گفت یک وظیفه فرعی هست و وزی... چندان وظیفه سخت و مکم نیست پاک کردن سطح دندانها از بکتریاست برای چی ما گفتم این زیاد وظیفه خیلی مهمی نیست برای از ای که ما اکتفا نکنیم که قده های لعابیه ای دهان ما لعاب می سازه این لعاب دهان ما هم سطح دندان های ما را پاک میکنه نه ما باید مسواک را هرگز فراموش نکنیم تا دهانی سالم و دندان های محکم و مقوی داشته باشیم قضای غذای ما از دهان تمام شد غذا میرسه به حلقوم یا حلق در حلقوم یک چهار راهی وجود داره بچه ها برای یک از ای که شما خوبی رو متوجه بشین یک لحظه چشمایتان بسته کنین و آب دهانتان قرد بدین وقتی آب دهانتان قرد میدین زبان شما به کام دهان یا به سقف دهان میچسبه خب ای چهار تا راه کجاها هست ما در حلقوم چهار راه داریم قضا از کدام راه باید عبور پیدا کنه و چی میشه اگر یک جای دیگه بره چی اتفاقی برای از ما و شما میافته در هنگام بلعیدن در حلقوم ما چه اتفاقاتی را میبینیم خود حلقوم ارتباط دهنده بین دهن و مری هست زمانی که قضا از حلقوم عبور کرد وارد مری میشه در مری چهار راه هست یک راه به بینی راه داره یک راه به دهن راه داره یک راه به داخل مجرای تنفسی و یک راه به داخل میری هست پس یکی به بینی یکی به دهن یکی به داخل میری و یکی به داخل مجرای تنفسی هست خب وقتی ما یک چیز را قورت میدیم راه دهن چه دوره بسته میشه دیدین زبان شما به کامتان چسبید این چسبیدن زبان به کام باعث میشه غذا دوباره پس به داخل دهان نیاید، هل داده شوه به داخل حلقوم راه بینی به کمک یک زبانچه کام یوولا یا زبانچه کام در آخر حلق است که اگر در روبروی آینه حلقتان رو باز کنید به صورت یک زبانچه کوچکی از سقف دهان آویزانه غذا حین عبور از داخل دهان به حلقوم این زبانچه کام را میده و باعث میشه راه بینی را بسته کنه راه دهن و راه بینی بسته شد دو راه مان. یک راه مجرای تنفسی و یک راه میری راه مجرای تنفسی ما به وسیله زبانچه حلقوم که به او اپیگلوت گفته میشه این اپیگلوت بر روی هنجره ما و شما قرار داره برای همی هست که بزرگترهای ما به ما توصیه میکنن در هنگام خوردن غذا صحبت نکنیم چون اگه ما حرف بزنیم تکلم بکنیم این اپیگلوت هنجره را بسته نمیکنه کنه مجرای تنفسی را بسته نمی کنه تا صدا تولید بشه غذا به جای ازی که در دا داخل میری بره میپره در دا داخل مجرای تنفسی و ما دوچاره صرفه میشیم در اینجا چی اتفاقی میفته شاگردا؟ حالا یاد شما می اگر همچی اتفاقی سر صفره بیفته مادر شما یا نزدیکترین کس به شما با مشت به پشت شما میزنه این کار کار خوبی است چون کمک میکنه او قضایی که به داخل هنجره رفته پس از داخل هنجره بیایه بیرون و دیگه رای دیگه نداره باید داخل میری بره پس میری باز میمانه برای از که قضا وارد میری بشه بدین ترتیب عمل بل ایدن چه کار شد؟ انجام شد و قضا وارد میری شد خب یک سوال از شما شاگردای خوب بکنم به نظر شما بلعیدن یک عمل ارادی یا یک عمل غیر ارادی بعضی میگن ارادی بعضی میگن غیر ارادی ارادی و غیر ارادی یعنی چی؟ یعنی دست خود ما هست یا نیست ببینید بلعیدن هم عمل ارادی و هم عمل غیر ارادیه یعنی گاهی وقتا ارادی و گاهی وقتا غیر ارادیه. شما یک آب شیرینک در دا داخل دهان شما هست مشغول یک کاری هم هستید است سرگرم باشید و هیچ متوجه نشید یک دفعه همین آب نباد شیرین خودش لغزنده بشه و سر بخوره بره در دا داخل میری شما تصمیم نداشتید ولی یک لحظه اراده میکنید آب دهانتان میبلید پس هم عملی ارادی و هم عملی غیر ارادی هم. میری یک تیوب ازولاتی هسته تیوب به معنای لوله هست بچه ها. مجرا یا یک تیوب ازولاتی هست 25 سانتی متر مری طول داره طول مری مهم است نکته یه. از بیولوژی سنف نه به بعد نکات کنکوری را باید بدانید این نکات کنکوری زیاد به درد شما میخوره که ما تا جایی که یادم باشه و زمان اجازه بیده حتما به زنها اشاره میکنیم 25 سانتی متر طول تیوب ازولانی مری هسته مری دارای یک حرکاتی است به نام حرکات موجی این حرکات موجی چه کار میکنه برای ما و شما جنس مری عضلات است چنو عضلاتی است مثلا عضلات حلقوی را داره این حلقه های مری به نوبت منقبض و منبسط میشه تنگ و گشاد میشه وقتی که غذا از یک مکان از مری رد شد او حلقه های بالا منقبض میشه غذا رو حل میده پایین حالا او حلقه های پایین باید جا باز کنه برای لقمه ای باعث پیدایش یک حرکت موجی شکل میشه این حرکت موجی شکل ما در دو تا جاندار مثل زرافه و اشتر که گردن های دراز و بلندی داره حتی با چشم هم میتوانیم ببینیم از روبروش استاد چیم اگر غذا بخوره این حرکت های موجی رو ما و شما میبینیم جالبه بدانید از لحظه ای که ما یک لقمه قضا را قرط میدیم ه... پنج ثانیه الا هفت ثانیه طول میکشه تا قضا از مری ای 25 سانتی متر تایی کنه و خودش به عضو بعدی برسانه به نام معده معده رو ما و شما زیاد شنیدیم در خانواده خودمون شاید داشته باشیم کسانی را که دچار ناراحتی معده هسته معده از اونا درد میگیره یا سوزش سر دل داره اینا همه از وقایعی هستش که از نتیجه مشکلات معده است که به وجود می آید و در پایان همین فصل انشاءالله در جلسه بعدی همه اینا رو می و علت از اینا رو بررسی میکنیم اما سفر غذای ما به کجا رسید بچه ها؟ به معده رسید معده چی هستش؟ معده یک بخش یک عضو ازولاتی و ارتجایی هست. ارتجایی یعنی چی؟ یعنی میتوانه بزرگ شود، متسع شود. چقدر گنجایش معده داره؟ یعنی معده چقدر میتوانه مواد غذایی را در خودش جای بده؟ طوری که تخمینی ما میتونیم بگیم گنجایش معده بین دو تا چهار لیتر است. یعنی دو تا چهار لیتر مواد میده در دا داخل خودش میتونه جای بده. معده ماهیچه هایی که ازولاتی که داره شامل سه بخش است. عضلات مایل، عضلات حلقوی و عضلات طولی. پس معده ما ساختار عضلاتیش هم عضلات مایل هست، هم عضلات حلقوی و هم عضلات طولی هست. در تصویر ما میبینیم معده دو نوع حرکت داره. یک حرکت موجی که موجی یا دودی گفته میشه و یکی حرکات تک تک کننده یا قطعه کننده یا. جالبه بدانیم هدف از هر دوی ازی حرکت ها هم هضم مکانیکی است یعنی هم تک تک کردن غذای و هم ترکیب شدن و مخلوط شدن از این مواد غذایی که به معده رسیده با تیزاب یا شیره معده حالا این حرکت ها چگونه به وجود می آید حرکات موجی در نتیجه همو کوچیک و بزرگ شدن انقباز و انبساط عضلات حلقویه. و حرکات تکه تکه کننده منقبض شدن عضلات حلقوی همزمان دقت کنین وقتی غذا از میری عبور میکرد رد میشد از داخل میری ای حلقه های انقبازی به نوبت منقبض منبسط میشد تا لقمه را به داخل معده هدایت میکرد اما حرکت تکه تکه کننده یعنی همزمان مایچه های حلقوی همزمان همه با هم منقبض میشن و مواد در دا داخل خودشان تکه تکه میکنن حالا معده در کجا قرار داره معده در زیر حجاب حاجز در سمت چپ جگر که در تصویر میبینیم در کنار جگر معده قرار داره اما در دا سمت چپش هست هجاب حاجز چیه؟ هجاب حاجز یک پرده ای هست که احشای شکم یک پرده گمبدی شکل است که احشای شکمه از قفسه سینه جدا میکنه یک پرده گنبدی شکل که احشای شکمه از قفسه سینه جدا میکنه یک سوال من شما بپرسم شاگردای خوب من اگر ما غذا بخوریم حالا چی قبل غذا یا چی بعد غذا بعضی از کودکان دیدید که بسیار جنب جوش دارن بعد از خوردن غذا بلا فاصله شروع میکنن به بازی کردن اگر پاهای خود رو به سمت بالا بدن و سر از اینا پایین بشه چرا غذا از داخل معده بر نمیگرده به داخل میری حالا ما برای شما میگم جالب است بدانید که ما دو تا اسفنگتر یا دود دریچه داریم یک دریچه در ابتدای معده هسته به این دریچه دریچه کاردیا گفته میشه و یک دریچه در انتهای معده هسته به نام دریچه پیلور که در اسلاید بعدی با این دریچه ها آشنا میشیم که این دریچه ها چه نقشی داره و اینا چه کمکی برای ما و شما میکنه حزم <متوس> غذا در معده جالبه که همین اول برای شما شاگردای خوب بگیم که اولین چیزی که وارد معده میشه و اولین چیزی که از معده خارج میشه آب و مایعاته و آخرین چیزی که از معده خارج میشه شهمیات و چربی حتی میتوانیم بگیم چربی ها تا چهار ساعت در معده میمانند یعنی حزم چربی ها زمان بر هست برای همینه که متخصصین تغذیه برای ما و شما توصیه میکنه که در شب غذاهای زیاد چرب و سرخ کرده را مصرف نکنیم یا اگر هم مصرف کردیم فاصله خواب ما زیادتر باشه از وقتی که ما غذا یا شام ما را میخوریم تا زمانی که به بستر برای خواب میریم چون که ای چربی ها دیر هضمند و آخرین چیزی است که از معده خارج میشه بهتر از این هست که ما غذاهای چرب را بیشتر در روز استفاده کنیم در وعده ظهر استفاده بکنیم تا بعد از اون ما فعالیت داریم حرکت داریم اینا به معده در هضم مواد غذایی کمک میکنم اما واقعا هضم در معده تمام نمیشه هضم اصلی در روده و امعا هست اما در داخل معده چه اتفاقاتی میفته سفر غذای ما و شما به معده رسید در ابتدا موقعیت کاردیو و پیلورا که در جل... اسرائیل قبلی برای شما نشان دادیم اسفنگتر یا دریچه ورودی معده کاردیا نام داره و دریچه خروجی پیلور این دریچه کاردیا در ابتدا با هر حرکت موجی مری اندکی باز میشه و یک کم از مواد غذایی را وارد میده میکنه بلا فاصله بسته میشه اگر این کاردیا به علت عوامل مختلفی شل بشه و خوب بسته نشه تیزاب میده برمیگرده به داخل مری و به اصطلاح ما و شما ایجاد سوزش سر دل میکنه حالا دلایلش در پایان فصل میخوانیم مواد غذایی که به معده رسید تیزاب معده به نام کلوریک اسید از جداره قدرت از قدد جداره معده افراز میشه به داخل مواد غذایی زمانی که این مواد غذایی در درون معده به کمک حرکات موجی و حرکات تک تک کننده با تیزاب معده ترکیب شد ما دیگه به اون مواد غذایی نمیگیم به او چی میگیم میگیم کیموس معده پس کیموس معده زمانی هست که مواد غذایی با شیراهای حزمی یا تیزاب حزمی معده ترکیب شده است در درون شیره معده علاوه بر تیزاب معده ما یک آنزایمی داریم به نام آنزایم پپسینوژن آنزایم پپسینوژن غیر فعاله. هست داخل معده ولی فعال نمیشه کی فعال میشه موقعی که غذا وارد معده شد و تیزاب معده افراز شد حالا این تیزاب معده میایه به کمک پپسینوژن و پپسینوژن فعال میکنه این چی هست پپسینوژن این یک آنزایم بچه ها آنزای می هست که میایه پیب تبدیل پپسینوژن غیر فعال به پپسین تبدیل میکنه پپسین ها پروتئین ها را برای ما و شما میشکنن پروتئین ها را برای ما و شما تبدیل به واحدای سازنده اونها به نام آمینو اسید ها میکنن چیزای پروتئینی که ما مصرف میکنیم مثل گوشت مثل پروتئین موجود در حبوبات مثل پروتئین موجود در لبنیات بعضی از افراد هستند که بعد از خوردن لبنیات دل درد می گیرن. چرا؟ چون هضم پروتئین لبنیات اینها دچار مشکل میشه به دلیل آنزایمی هست که اینا انزایم دو... آنزایمی در شیره میده اینها دچار اختلال میشه که وارد امراض سیستم هاضمه نمیشیم در پایان همین فصل اونها رو مفصل میخونیم آنزایم دیگری در شیره میده وجود داره به نام آنزایم لایپیز که در حزم شهمیات کمک میکرد پس یک کوچولو بر میگردیم شهم یک آنزایم شهم رو که قبلا برای شما گفتم چهار ساعت در داخل معده میمانه به دلیل از این هسته که حزم او خیلی زمان بره و زمان زیادی نیاز داره احتیاج و نیاز به حضور آنزایم لایپیز داره که این همه از این مواد با همدیگه تحت عنوان شیره هضمی یا شیره معده یاد میشه خب غذا سفر خودش از داخل میده تی کرد به پایان رسان و وارد بخش دیگری میشه که انشاءالله در جلسه بعدی ما و شما بررسی میکنیم تا ببینیم که چه سرنوشتی در انتظار مواد قضایی ما هست امیدوار هستم که از درس امروز لذت کافی را برده باشید و از این به بعد با یک نگاه علمیتر به سیستم حازمه و سفری که غذا در بدن ما طی میکنه داشته باشید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان می سپارم خدایا رو نگهدار شما